دلم میخواد آقای دکتر احدیان، پدر مادرهای جوان به خصوص که سر هیچ و هوچ گاهی اوقات کارشون به طلاق میکشه و فکر میکنن خیلی به آسونی و به راحتی حق دارند و اجازه دارن که تن به طلاق بدن، توجه داشته باشن که بچه ها چه صدمه میبینن، به کجا میرسه کارشون و چه مشکلات اساسی براشون پیش. بله اون خیلی مهمه. حالا اگه برفرض طلاقم دارم میگیرم، من نمیخوام اینجا نظریه شخصی بدن نسبت به این مسئله، ولی هر اتفاقی که میفته بین پدر مادر میتونن اینو باید، یعنی مسئولیت رو داریم که داره. به بچه هامون اینو القا بکنیم که هر چی بین من و مامان هست، ما تو رو خیلی دوست داریم، هر دومون در کمک به زندگی تو موفق شدن تو که بچه ما هستی و نصف من و نصف مامان هستی تلاش خواهیم کرد. داره. اون خیلی مهمه که اون حالت لجبازی که بعد در بعضی موارد در موارد طلاق ایجاد میشه بین زن و شوهر که سر بچه‌ها پیاده میشه که چون لجبازی هست میشه که بچه رو از دست دو دست بگیرن انقدر بکشن تو این بچه نصف بشه. اونو باید زنگ خطر تو خانواده کسی باشه که بهشون بگه هی مغازه به این باش، شما دوتا میخواین جدا بشین، به بچه‌تون باید اعفا بکنید که ما دوتا هنوز رئیس کشور تو هستیم و کشور تو آروم نگه میده. بله بله. شورش نکن. انشالله که برسات هر دو با هم در اون کشورشون باقی بمونند. انشالله. جانم بفرمایید. الو. جانم؟ سلام خانم قایم آقا. سلام بر شما. روز شما و آقای دکتر. متشکرم. خانم قایم آقا من میخواستم از آقای دکتر سوال کنم. دختری دارم حدود 12 سال. فوق العاده پرحرفه. یعنی از 5 سالگی همینجور بوده و معلمش هر روز منو صدا کرده مدرسه. گفته ایم خیلی با استعداد خوبه، ولی من در 23 سال که معلم بودم یه همچین بچه که اینقدر حرف بزنه نداشتم. آها. من نمیدونم با این چی کار باید بکنم. حالا چه کار میکنیم باهاش؟ شما چه کار تا حالا کردین با بچه تو؟ وقتی که پر حرف هست چطوری شما باهاش روبرو شدید تا حالا؟ مدام باهاش حرف زدم، دعوا کردم، تشویق کردم، تنبیه کردم، همه راه ها رو تقریبا امتحان کردم. اون حرفاش درباره چی هست؟ درباره چی حرف میزنه؟ یعنی در هر چیزی دخالت میکنه و حرف میزنه. دخالت یا اینکه مثلا شما اگه یه کاری دارین میکنین تو کار شما دخالت میکنه، میگه این کار نکن، یا اینکه دربارش صحبت فقط میکنه؟ صحبت میکنه. آها، دربارش صحبت. یعنی اگر من با پدر صحبت میکنم دنباله صحبت ما رو ادامه میده. توی کلاس هم همینجور. آها. من نمیدونم چیکار کنم. خب راهش اینه که اگه شما و شوهرتون با هم دیگه وقتی که در رابطه با مسائلی هستش که شما و شوهرتون دارین با هم صحبت میکنین، اگه ادامه میده و شما دلتون نمیخواد که این مسئله ادامه پیدا بکنه، قبلا با شوهرتون بشینید صحبت بکنید. البته یه راه طولانی با شما در پیش دارین، ولی یه راه اصلیش اینه که شما با شوهرتون همیشه قبلش صحبت بکنید، بگین اگه من یه چیزی به این بچه گفتم جلوی تو سعی کن که حرف منو عوض نکنی، زمین نندازی، منم به حرف تو ریسپکت میکنم، که یه طوری بشه که وقتی که شما بهش گفتین که الان در موقعیت شما نیست این بحث رو ادامه بدین، بدونه که هم شما هم شوهرتون هم بابا هم مامان هر دو حرفشون همینه. اون باعث میشه یه مقداری حد و حدود برای اون رابطه‌ای که شما دارین، اون رفتاری که دخترتون داره بذاره. تو مدرسه هم خب به طور کلی نمیتونی که همه هر وقت کلاس رو بگیره، بالاخره معلم میگه ساکت و اونم مجبور ساکت باشه، ولی از نظر اینکه باهوش بودنش و صحبت کردنش اگه میخوام واقعا ببینیم که یه امتحانی بکنیم ببینیم که درجه هوشیش چقدره، شاید خیلی باهوشتر از سطح کلاسی باشه که توش هست که میتونم بذارمش تو کلاس پیشرفته تا که مادرم کمک بکنه بهش. پس من بعد از برنامه با شما تماس بگیرم. بسیار خوب. خیلی ممنون. بسیار.